أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی و برادران ایمانی، خوب رسیدیم به آیه مبارکه رقمی 173 از سوره بقره، پوره دویم قرآن. الله جل و علا شانه در این آیه های مبارکه به ما و شما امر کرد که نستعیذ بالله، انما، یعنی که حقیقتا اینا میگن حصر. حصر چی را میگن؟ یعنی که واقعا و حقیقتا که همین کار هست. چیه او؟ حرم علیکم، برای شما حرام گردانیده شد. یکم میتا، یعنی که مردار. مردار گفتن شما نغز میدونی که چی است. وقتی مردار که گفتیم، شما همون مردار مقصد نغز حس میکنه و میفهمه که مردار چیست. یعنی که مردار هر اون چیزی رو میگن که او مرده باشه، هر آن چیزی که با قانون و قایده شریعت نمرد او حرام است. مردار چی را میگفتیم؟ هر آن چیزی که با قانون و قایده شریعت وفات نکنه. قانون و قایده شریعت یکم چی بود برادران؟ یکم همینه که اون مال باید خبیث نباشه، پلید نباشه. تمامی هر آن چیزی که دندان اشک داره و پلیده، یکم در اسلام چی نباشه؟ همو پلید نباشه. هر آن چیزی که دندان اشک داره او پلیده. هر آن چیزی که صاحب چنگاله، یعنی که شکار میکنه با چنگالش، او پلیده. هر آن چیزی که حشراته، هر آن چیزی که صاحب اشک داره، هر اون چیزی که رو به قبله کشته نشوه، هر اون چیزی که به خاطر خدا کشته نشوه، هر اون چیزی که او را با اسلوب شرعی، یعنی که ذبح اختیاری، پوست و رگهای گردنش و شهرهای گردنش و استخوان مکش جدا کرده نشوه، یا اضطراری اون چیزهایی که حلالن مثل اصابت، شکار کردن، نیزه پرتافتن، کرچه پرتافتن، تیر پرتافتن، قلقان موندن، دام موندن یا سگ شکاری را سر دادن، همین اصول شرعی قطعی زید برنامه شرعی چیزی را که ما کشتم و نابود کردیم، ایره میگن مردار. انا همین چیره مردار میگن، گوشت مردار برای ما حرام خوردنش. حقیقتا برای شما حرام کردیم مردار، خونی رگ، گوشت خوگه و ما اوهیل لی غیر الله، هر چیز ارکی را که سرشویش به نام خدا های سرشوی و شخ و هر اون انسانی که مجبور شوه ضرر، مجبور شوه غیر باغین، یعنی از حد نگذره، ولا عادین، از حد نگذره و از حد عبور نکنه، تجاوز نکنه. یعنی مقصد از حد گذشتن چیه؟ یعنی چی را میگن در اسلام باغی؟ باغی یعنی یک چیزی که از حد میگذره. عادین یک کسی که از دایره معین بیرون میبرایه. وقتی خدا اجازه داده، شما وقتی مجبور شده از همون گوشت خوک یک لقمه خره برای زنده موندن تون، از این حد گذشتن در کار نیست که اجازه شد گفته و به همون روز تو بگر خوک خری کنی. اجازت شد گفته معنی ایره نداره که بعد تو بگره گوشتی مردار خری کنی. اجازت شد گفته بعد همون را زیاد نکنی که همون خونه حد زیاد خری. یک لقمه خر فقط برای زنده موندن در حالتی چی؟ اضطرار، ضرورت، مجبوری. حقیقتا برای شما حرام کرده شد مردار، خون، گوشتی خوک و هر اون چیزی که به نام خدا در او ذکر نمیشه و کشته میشود. اگر شما مجبور شده از حد نگذره و از حد تجاوز نکنه، برای شما باک نیست از او استفاده بره و خداوند به اندازه بخشنده و مهربان است. اکنون ما صحبت میکنیم آیه هایی که در مکه نازل شد. 13 ساله که پیغمبر در مکه بود، فقط برای کلمه شهادت پیغمبر کوشش کرد که کلمه شهادت بگوین، خدا یگه، پیغمبر یگه. امری به نماز و سختگیری نبود،
برای چه؟ برای که مردم رام شوه به دین. به دین مردم چی شوه؟ رام شوه. این حرامو نبود ولی. برای که اکثریت عرق می نوشیدن، اکثریت مردار می خوردن، بدن مست می گشتن، می خوردن، می گشتن. پیامبر چخه نمیشد ولی. پیامبر فقط برای کلمه شهادت کوشش میکرد. اسلامی ما آساست آمدگی های. عادت عرب عرق نوش بود و خود مردخر بود. عادت مسیحی های اون دور خوکخر بود. در دنیا دو طایفه انسان به خوک نزدیک نمی شود. یکم مسلمان، دویم یهودی. مسلمان ها قطعی یهودی ها، یهودی ها حتی اگر دیدنی خوک برای خشان جنایت می دونن. همین خوک تماشا کنن جنایت می دونن. ما خوردنش برای ما مطلق حرام های، تماشاش نه. انا برای همین برادر ما در انجیل در چند جاش داریم که کسی که مسیح دوست نداره، کسی که مسیح دوست نداره در انجیل، کسی عیسی مسیح دوست نداره، روزی رستاخیز که آن را آخرت میگن، در آخرت به صورت خوک میخیزه، یعنی در آینه همین خوک هر اومه. کی یا را به خوک خرید جلب کرد؟ با خود یهودی ها. بینین که خوک چی به حرام های. اکنون ما بحث میکنیم، وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن و پیغمبر نازل شد، قسمتی از علما میگن که شب قدر پیغمبر در همه قرآن نازل شد، همه قرآن نازل شد با دوباره 23 سال با آهسته آهسته نازل شد با همو. اما قسمتی علما میگن نه، فقط سوره اقرا نازل شد. در لوح المحفوظ و در بیت المعمور قرآن حفظ بود، از اونجا به نجم نجم دانه دانه آمدن گرفت. خود مکه فقط مبارزه برای چی بود؟ فقط مردم به کلمه شهادت آوردن در کاره. در اونجا جنجال حرام حلال نبود ولی جنجال حرام حلال نبود، فقط جنجال چی بود؟ کلمه شهادت. کسی کلمه شهادت همه آورد میمورد جاش بیشت بود. همین خیلی بود ولی اونجا اگه اون جنجال نبود، اکثریت مسلمان هم خمرده بودن در اون عهد. وقتی که اولین سوره مفسر ها بحث میکنن که پیامبر مدینه آمد، پیامبر کجا آمد؟ مدینه منوره آمد. قسمت میگن که آخران سوره در مکه نازل شده گه سوره چیه؟ ویلول المطففین. میگن نه، این اولین سوره است که در مدینه نازل شده گه. چی با؟ اکنون مدینه در آمدن عذاب و جهنم سر شد. مدینه آمدن وقتی که مردم از ترازو که میزد، اکنون حرام حلال سر شد. مدینه جایی بود که اکنون حکومت اسلامی بنیاد شد، اکنون حرام و حلال سر شدن. یکی از حرام و حلال در مدینه منوره با چی سر شد؟ ویلول المطففین، وای به ترازو زنا. این بینده اسلام چه دین جمعیتی های؟ بر هر کارا اسلام جهنم نمیگه، حتی که در دروغ و در دیگ چندین جنایت های وزبینده اسلام جهنم نمیگه که بوره، نکم در تراز و زنا یک بار جهنم میگه. کاری جمعیتی قدی بازی نکنه، میگه با جمعیت شوخی نکنه، جمعیت قدی تراز و بازی نکنه. انا اکنون در مدینه حرام و حلال سر شد، میگن همین آیه مدنیه در مدینه نازل شده گیا. یعنی خدا در مدینه یک بار حرام کرد میته را، خود مرده را. خود مرده چی را میگن؟ هر چیزی که با اصول شرع کشته نشود خود مرده. اصول شرع را یکم چی های؟ باید همون جاندار خبیس نباشه، خوک خبیس های. هر چیزی که صاحب اشک خبیس های. هر چیزی که حشرات خبیس های. هر چیزی که در وجود او خودش صاحب چنگال های خبیس های. چی حلال های؟ چهار چیز حلال های. از چی جفت سما؟ یکی شتر، یکی گاو، یکی بز، یکی گوسفند. از پرنده ها هر چیزی که صاحب چنگال نباشه، هر چیزی که خودش شکار کرد او چیز، هر چیزی که صاحب چنگال او حرام های، هر چیزی که مرده خورد او حرام های. اینا رو خبیث میگن. اول در اسلام باید خبیث نباشه، خوک خبیث های. خوک خبیث های و دیگر حلال نمیشوه.
چی خوگی خونگی باشه چی خوگی یابویی وحشی هر دوش خبیثن. یکم در اسلام چی بده؟ خبیث نبودن. دویم در اسلام اعتبار بده که با نام خدا کشته شوه، یعنی که و ما اوهیلا لغیر الله. عرب اول ماه یک روز دو روز سه روز میبرایه رنگ قاشای عرب هموره چی میگه؟ هلال. چی میگه عرب هموره؟ هلال. وقت هلال معنیش همینه که یک کار نو سر شده، یک کار چیه؟ نو سر شده. عربی را هلال میگه، اما کم تره که پره شد عرب را چی میگه؟ قمر. وقت کم تر بقوات شد محتوب را چی میگه عرب؟ قمر. یعنی که هر چیزی که من اوهیلا سرشویش به نام خدا باشه و هم حرامه. برای چی سرشویش به نام خدا های؟ هر چیزی که به نام خدا قتل کرده شوه او ظلمه. طبق اعتقادات ما مالک الملک یه خدا های، خدا اجازت میده که او شتره به جان میکنی، خدا اجازت میده که او گاوه به جان میکنی، خدا اجازت میده که او بزرگ گوسپند به جان میکنی. اگر او را خدا اجازت نده و ظلم های بیهوده کشتن جاندار ظلم های. یک انسان اگر رفت شکارچی بود گفت که من شکار میکنم به خاطر همون جاندار خوردم، اجازت های. اگر من شکار میکنم همون را میبیارم در بازار میفروشم که از وی منفعت برم، اجازت های. اگر گفت که من همون را شکار میکنم فقط برای خرسندی، این ظلم های، حق نداره، اجازت نیست در این. اگر کسی به تور ماهی میگیره باکی نداره، کسی به شست ماهی میگیره باکی نداره، کسی اگر سوید میزنه وای ظالم های وای تخمی ماهی را نیست میکنه. همه همین ها لغیر الله دمه درویا. باید ما ظلم نکنیم که تخمی باید نیست کنیم. اگر کسی سعید میکنه شکار میروه، ما بودو برای تجارت باشه باکی نداره، برای خوردن باشه باکی نداره. نکم اگر برای حواس باشه که شاهای پیشتره میرفتن برای حواس، حرامه این. این درست نیست، این اجازت نیست. این همین اوهیل لغیر الله معنیش همین سرشوی به نام خدا باید باشه، انصاف باشه. حتی که بحث میشه که شکارچی ها باید حالت تخماندنی پرنده و تولد او را دانن. وقتی فرزند چکی کلان کر به وای رساند و برای شکار کنه، حتی مالی حاملدار و مالی چوجدار و مالی شیرمدادگی را زدنش مکروه تحریمیه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر آن شکارچی که سعید میکنه یک گنجشک به سبب به جان میکنه و میپرتایه، روز قیامت گنجشک نزد خدا دا میخسته. حدیث صحیح هست. میگه پروردگار فلانی فلانی من بیهوده به جان کرد، من چی گناهی داشتم که جانی من رو گرفت؟ سبب جهنمیش میشه. میگه ما حق نداریم یک گربه را کشیم، ما حق نداریم یک سگ را کشیم. وقتی که اگر موذی باشه ضرر رسانه، ما حق داریم که را بکشیم نیست کنیم. هیچ کس حق نداره، مالک الملک خدا های. ما کیم که در پیشی بود به اجازتی او خدا مال میکشیم؟ ما کیم که به اجازتی خدا مقصد دیگه چکار میکنیم؟ گردن میبریم مولا، حق نداریم. شطور ذبح نداره، شطور نحر داره. نحر معنیش همینه که در همین گردنش حوض خونه هست، همون ریت میزنن. اگر رنگ گاو ما شطور غلطانیم و کلش رنگ گاو بریم، ظلمه. شطور ما ذبح نمیکنیم، شطور نحر میکنیم. دیدی شریعت چه نزدیکی داره؟ نحر چی هم کوزه خون شطور میزنیم خلاص هم در جانش میبرویا. اما گاو و بزرگ گوسفند نحر نمیشوند، او غلطانده میشوند. اگر هر کسی که گوسفند غلطانه و خوش رو بنده و پشت به قبله کشه حرام میشوند. باید مالم رو به قبله کشته شود. مسلمان خوراکش باید رنگ خدایی باشه، گوشتی میخوردگیش باید رنگ خدایی باشه، باید رو به قبله باشه، با بسم الله باشه، با نام خدا باشه، با ذبح شرعی باشه. این اجازت های
شتر نحر میکنن، گاو ذبح میکنن. اگر هر چیزی که با اصول شرعی کشته نشوه اون مردار میشوه. باید ما از مردار احتیاط کنیم. حضرت گفت از کن کسی مردار میخره، مردار یکم گفته بدن ضعیف میکنه، دویم نسل نیست میکنه، سیوم گفته مرگ انسان به توبه میکنه. ابن عباس همین خیلی گفتن. بعد از او گفته هر آن چیزی که سرشویش با نام خدا نباشه. اما شما مزتر شده. مزتر چی را میگن؟ مجبور شده. شما بیمار شده. شما یکی در کویستان و بیابان غلطیده. شما یکی مبادایی که گشنگی و قحطی آمد، برای شما یک لقمه خوردن از حرام اجازت شد. دینی ما را دیده چه دینی وسعه؟ برای زنده ماندن تون شما حق داره یک لقمه از حرام خوره. شما حق داره از حرام استفاده بره. برای زنده ماندن تون، برای شفا یافتن تون حق داره. اما خدا در حرام شفا را جا نکرده، لیکن طبیبای هستن که میگن ما همین چیو را استفاده کردیم برای شما حلاله. مانندی ترکیب هر یک موادی مقصد گپ دارواری امروز گرهین داره، هیچ گپ نداره وای وای تیب اجازه داده. اما غیر تیب فروختن او مطلق حرامه، استفاده او مطلق حرامه. تمام دارواری های امروزه ترکیبش داره می حرامه. یا در ترکیب تمام انواع های خوراک سپیرت مندازن و اجازه داده تندرستی همو بخش، استاندارد همو بخش، برای همو ویران نشدن، جزیر نشدن، ما اجازت میبریم، استفادهش میبریم. ولا غیر باغین، یعنی که غیر بغاعت، بغاعت چه ای حد نگذره میگه. با اجازت شده گفته اکثریت انسانهای مسلمان ها در خونکی های همین شهر روغن خوک میخوردن، این حرام های. در کجای اجازت شده این؟ شما ای حد نگذره میگه خدا، تجاوز نکنه ای حد. استفاده نبری را میگه تا ضرورت نشوه. میگه شما اضطرار، ما در اسلام سه بخش داریم. یا چی را میگن؟ مزتر. من این مزتر های، یعنی که مزتر چی را میگن؟ مجبور شدن. ما در اسلام مجبور شدن داریم. ما در اسلام اکراه داریم. اکراه در چی میدره برادرها؟ اکراه در یعنی که تهدید. تهدید. ما یاد چی دیگر داریم؟ ایلجا داریم. ایلجا هم چی میکنن؟ ترا یعنی که زوراوری. همه این آدم میگه فلا اسم علیه، شما گناهگار نیسته. یا آدم میبه مجبور شما را خوک میخرونه، شما گناهگار نیسته. یا آدم میبه شما را تهدید میکنه، در یراق میمونه که میخری عرقه، شما گناهگار نیسته. یا انسان شما را ایلجا میکنن، با پوش خواه میکنن، شما را میتیان، این شما گناهگار نیسته. شریعت ما بنبست نیست. شریعت مورد چه وسعگی داره؟ این آیت های احکام های. خب از این آیه ها شما چی فایده میگیره؟ یک دقیقه هم گذره ایشان با که نداره. یکم فایدهش همینه که در اسلام غذا چیزی مهم بده. دیده یعنی غذا را چه اسلام سخم قپه. دویم خوک در قرآن چهار جا آمده بده حرام بدنش. دوبار در مکه، دوبار در مدینه. خوک در تمام آیین حرام بده. سیوم حرام فقط خدا معلوم میکنه. حرام کی معلوم میکنه فقط؟ خدا. پنجم در اسلام جامعه شرط های. جامعه چی های؟ یعنی که جامعه اسلامی باید فهمن که این چیا ضرر جمعیتی داره. اسلام دین جامعوی هست. ششم باید انسان ها از شرایط استفاده نبرن، شرایط خوب هست در حرام روان. حرام هم اندازه داره، کدام وقت اجازت هست کدام وقت نه. او اجازت هست به مصلحت شرعی. یعنی ای شریعت کار گیرن، ای پیش خودشان نه، با شریعت کار گیرن. اگر از شریعت کار نگیرن، این حرام انسان جهنمی میکنه. همیشه از شریعت کار گرفتن در کاره که شریعت کدام وقت ما را حرام اجازت میتراویم، کدام وقت نشایستگی اجازت میتراویم، کدام وقت هم میگه کدام وقت نه. همیشه با شریعت بدن در کاره تا اینکه ما حرام از حلال جدا کنیم. ای پیش خودمون هر چیز حرام و هر چیز حلال نگویم. باید او را شریعت اجازت میتیه، شریعت گپ میزنه چه حرامه
چی حلال. هیچ کس حق نداره یک چیز حرام کنه یک چیز حلال کنه. برای همین برادرای عزیز، هر چیزی را که شرع جواب میتیه و علما او را جواب میتیان، با ما گپ میزنیم که این چیز جایز است و این چیز جایز نیست، در خوراکش هم باشه و در گوشت هم باشه و در همش. صفاتون را راز کرده، تلفوناتون را خاموش کنین، آماده به نماز.